سلام، به برنامه چه خبر از ایران خوش آمدید. خبر کوتاه اما تعجب برانگیزی دیشب تمامی خبرگزاری ها و وبسایت های خبری رو به خودش مشغول کرد. بازداشت سعید مرتضوی قاضی معروف کهریزک توجه بسیاری رو به خود جلب کرد. درست یک روز بعد از برکناری وزیر کار که بسیاری نقش مرتضوی را در آن بی تأثیر نمی دانستند، وی نیز قربانی تسویه حساب های سیاسی در ایران شد. با چند تن از قربانیان قضاوت های سعید مرتضوی گفتگو کردیم که توجه شما را به آن جلب میکنم. نخست به سراغ مانا نیستانی کاریکاتوریست رفتیم. شما جز افرادی هستید که به نوعی از قربانیان تصمیم گیری ها و نقش آقای مرتضوی در حکومت محسوب میشید. چطور با آقای مرتضوی آشنا شدید؟ البته اولین برخورد من با مرتضوی طبیعتاً برخورد مستقیم که نه، ولی شنیدن صداش بود در سال فکر کنم 78 بود، زمانی که روزنامه آفتاب امروز کار میکردم و دوره بودش که مطبوعات پشت سر هم دیگه تعطیل میکردن و در حقیقت معروف بود به قصاب مطبوعات و روزنامه ها. اون روزی که نیکوهنگ کوثر رو بازداشت کرد، من دبیر بخش طرح و کاریکاتور آفتاب بودم، زنگ زد تلفن رو برداشتم و اونجا صداش رو شنیدم. خواست که با نیکوهنگ صحبت کنه که بعد نیکوهنگ رو احضار کرد و دستگیرش کرد. این اولین باری بود من صدای ایشون رو میشنیدم. بعدا خیلی تعاریک ازش شنیدم تا اینکه خودم ملاقاتش کردم رو در رو به خاطر پروندم. برای جریان همون ایران جمعه کودک بود، وقتی که اتفاقات در آذربایجان افتاد و شروع شد و تظاهرات را افتاد و غیره، طبعا از بالا ظاهرا تصمیم بر این شد که من و سردبیر رو بازداشت کنن و در حقیقت مثلا قربانی بکنن. یک تصمیم کاملا اطلاعاتی بود، ما را احضار کردن به دادسرا و پیش آقای مرتضوی. مجمعا دو بار ایشون رو من دیدم. بار اول چندان به نظر میاد از قضیه حتی خبر نداره، فقط دستور داشته بود که بازداشت ما رو صادر بکنه، نگاه کرد نمیدونست چی هست ماجرا، گفت بفرستشون زندان، بفرستشون بازداشتگاه ببین تا بعد ببینیم چی میشه. و بار دوم بار در حقیقت ملاقات اصلی تر ما بود که اون هم شاید 10 دقیقه یا شاید کمتر بیشتر طول نکشید و به خاطرش من 4 ساعت با آقای مرتضی قاسم‌فر پشت در اتاق کار ایشون اتاق انتظار نشستیم و اون لوستر بزرگ سالن انتظارش رو که تا زمین میرسید نگاه کردیم، خیلی شدیم بهش تا زمان بگذر و نوبت ملاقاتمون بشه. نفری 5 دقیقه 10 دقیقه ما رو دید و میتونم بهتون بگم که هیچ انرژی خاصی به کار نبرد. ما نه اهل بحث و مباحثه بودیم، نه اون میخواست بحث و مباحثه بکنه، یعنی کمترین انرژیش رو به کار برد برای اینکه بیشترین تأثیر رو برو ما بذاره و خیلی ماهرانه چنان ما رو ترسوند که دیگه اصلا به فکر این نیفتیم که آیا قانونی بازداشت هستیم، غیر قانونی بازداشت هستیم. خیلی مسلسلوار ما رو متهم کرد، من رو چون جدا جدا ما رو دید، متهم کرد به این که با بیگانگان ارتباط داشتم، پول گرفتم و اینکه باید حقیقتش رو بگم و اگه حقیقت رو نگم من رو میده دست دوستانی که بازجویی فنی بکنن و با لهجه شیرین یزدیش این فنی رو جوری غلیظ ادا کرد که من مطمئن میشم که منظورش از این در حقیقت بازجویی فنی فنون پلیسی نیست، فنون رزمی احتمالا. به نوعی تلویحا تهدید به شکنجه بود به اعتقاد من و میتونم بگم که به هر حال اون 10 دقیقه 7-8 دقیقه چنان تأثیر رو من گذاشتش که فقط میخواستم که دیگه اونجا برنگردم و نبینم قیافه این آدم رو. برای اینکه به نظرم موجود خیلی عجیبی اومد، موجودی اومد که خیلی راحت میتونه نقشش رو ایفا بکنه یا وظیفش رو انجام بده بدون اینکه پالس ضربان نبضش یه دونه بالا پایین بره. خیلی خیلی غیر انسانی و خیلی بیرحمانه و این برای من خیلی خیلی جالب بود که همچین موجوداتی زندگی میکنن. تا حالا از نزدیک ندیده بودم، شنیده بودم ولی باید میدیدم تا باور میکردن. و البته در اون جریان و کاری کردش که ما آرزو داشته باشیم که در خود اوین بمونیم و بیرون نیاییم و سمت اون ما رو نبرن و دنبال آزاد شدن هم نگردیم از این حرفا. نقش در حقیقت پلیس خوب پلیس بد رو بید خودش و
مأمور بازجویی اطلاعات ما تقسیم کرده بود. بعدش مأمور بازجویی ما خیلی نقش چیز برای ما بازی کرد، حامی که نه اشکال نداره ما همینجا بمونید، ما نمیذاریم شما رو بدن دست مرتضوی و کاریتون بکنن این حرفا، همینجا نگهتون میذاریم. خیلی حالت حمایتگری گرفت و کاملا مشخص بود که نقش پلیس خوب پلیس بد رو با خودشون تقسیم کردن. شاید آقای قاسم فهم حرفای شنیدنی داشته باشه، اونم جداگانه بازجویی شد، ولی این مجموعه برخورد من بود با آقای مرتضوی. زمانی که دیروز دیدید که خبر بازداشت آقای مرتضوی روی وبسایت‌های خبری اومد، چه احساسی داشتین؟ نمیدونم، خیلی اونقدر که همه شاد شدن شاد نشدم، شاید یعنی لااقل شوکه نشدم، انتظارش داشتم. من دو سه هفته پیش تقریبا مطمئن بودم که اتفاقی براش میفته، یه چیزی کشیدم دو سه هفته پیش راجع به آقای مرتضوی، حس میکردم که قراره که رینگ آقای مرتضوی بالاخره کش قوسی انجام بشه، نمیتونه همین شکل بمونه. و از قبل همه هم میدونستن که مرتضوی مهره ایست که بالاخره تاریخ مصرف داره و یه روزی میسوزه. خب نمیتونم انکار بکنم که مثل بقیه یک مقدار دلم خنک شد، برای اینکه بالاخره پا به جایی گذاشت که خودش خیلی یارو فرستاده، هرچند نمیدونم در همون شرایط پا به اونجا میگذاره و گذاشته یا براش امتیاز ویژه‌ای و برخورد ویژه‌ای قائل خواهند شده، یا مثل ما با چشم بند میبرنش توی اون راه راه میگردوننش، لباس ها و پیجامه های آبی رنگ رو تنش میکنن، میشوننش اون صندلی ها ازش بازجویی میکنن، یا اینجا فقط تشریفاتی میره تو اون سلولا میشینه. هرچی هست امیدوارم که همسلول پوری عالمی و بقیه بچه ها نکننش، فکر نکنم شکنجه از این بزرگتر وجود داشته باشه که هم انگ همکاری با رسانه بیگانه بهت بزنن، همین که همسلول مرتضوی بشه. در نهایت فکر میکنید که چه اتفاقی میافته؟ آقای مرتضوی آیا همچنان داخل باقی خواهند موند یا آزاد میشن و شامل رأفت حکومت میشن و بیرون میان؟ به نظر من آقای مرتضوی جنسش از جنس افراد مثل سعید امامی هست، اینها رو یا باید سر به نیست بکنن، سرشون رو زیر آب بکنن، یا اینکه سریعا آزادش بکنن، برای اینکه اینها میدونید همشون در یک سری جریانات آلوده هستن و نمیتونن یکی رو به این راحتی قربانی بکنن، بفرستن زندان ساکت نگه دارن بدون اینکه اون افشاگری نکنن یا گندی بالا نگیره. برای من یا باید بالاخره به بهانه آزادش بکنن سریعتر، یا اینکه باید سرش رو زیر آب بکنن. پیش بینی من این هستش که شاید آزادش بکنن سریعتر. فرشته قاضی، روزنامه نگار مقیم آمریکا، در پرونده قدیمی و معروف موسوم به بازداشت وبلاگرها قربانی قضاوت سعید مرتضوی شد. شما جز افرادی هستید که به نوعی از قربانیان تصمیم گیری ها و نقش آقای مرتضوی در حکومت محسوب میشید. چطور با آقای مرتضوی آشنا شدید؟ من سعید مرتضوی رو از دهه 70 از شعبه مطبوعات میشناسم، از زمانی که قاضی دادگاه مطبوعات بود و نامش گره خورد با توقیف فلعی مطبوعات، بیکار و بیخانمان شدن خیلی از روزنامه نگاران و رسید به مقام دادستانی و بحث کشته شدن خانم زهرا کاظمی. اما به طور محسوس خودم اولین بار سال 80 سر نامه محرمانی آیت الله جنتی به خاتمی که رئیس جمهور بود، در خصوص قراردادهای نفتی بود این نامه، که احضار شدم و اولین بار اونجا به عنوان یه روزنامه‌نگاری که احضار شده در مقابل او قرار گرفتم. اما اوج شناختی که از آقای مرتضوی دارم غیر از توقیف و بیکار شدن‌های پی در پی ما برمی‌گرده به پرونده وبلاگ نویسان که زیر نظر ایشون اداره شد و من هم یکی از بازداشت شدگان این پرونده بودم. هم توی اون بازداشتگاه مخفی که ما بودیم ایشون یک بار اومده بودن و هم بعد از آزادی من احضار شدم توسط شعبه اول بازپرسی کارکنان دولت که منو فرستادن پیش ایشون و
بخوام دقیق تر بگم ظرف 10 روز 5 بار توسط ایشون احضار شدم و شخصا توسط ایشون تحت بازجویی قرار گرفتم. البته به صورت رسمی به عنوان بازجویی نمیگفتن و عنوان میکردن که میخوان مسئله رو حل بکنن، اما تجربه خیلی تلخی برای من بود، به خصوص به خاطر شکنجه هایی که توی زندان صورت گرفته بود و مسائلی که مطرح شده بود و تهدیدهایی که از طرف خود آقای مرتضوی دریافت کردم. و صراحتا توی جلسه به من گفتن توی اتاق خودشون که اون تهدیدهایی که بازجو در دوران زندان کرده، اهم از تجاوز یا تصادفهای ساختگی برای اعضای خانواده یا دستگیری اعضای خانواده، هیچ کدوم شوخی نیست و همه این هم خیلی راحت میتونه به وقوع بپیونده. زمانی که دیروز دیدید که خبر بازداشت آقای مرتضوی روی وبسایت های خبری اومد، چه احساسی داشتین؟ خب واقعیت این هستش که فکر میکنم بازداشت سعید مرتضوی آرزوی خیلی ها بود، اهم از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و فعالان مدنی و فعالان عرصه های مختلف، و من هم جزء همین ها بودم که آرزوی بازداشت و برخورد با ایشون رو داشتم. اما واقعیت این هستش که خبر بازداشت ایشون برای من به نوعی هم خوشحال کننده بود، به این دلیل که بالاخره یک بار این شطور بازداشتی که در خونه ماها خوابیده بود در خونه خود ایشون رو زد. اما نمیتونم بگم که واقعا خوشحال شدم، به خاطر اینکه من معتقد هستم اون سعید مرتضوی که ما میخواستیم باهاش برخورد بشه به خاطر کارهای خلاف قانونی و اقداماتی که کرده بود، او بازداشت نشده، بلکه سعید مرتضوی به عنوان فردی بازداشت شده که اکنون به نوعی قربانی درگیری های داخل نظام هست، درگیری هایی در سطح سران جمهوری اسلامی. من واقعا خوشحال هستم از بازداشت ایشون، از اینکه اسم ایشون هم به عنوان بازداشتی تیتر روزنامه ها شد. اما معتقد هستم که این سعید مرتضوی که بازداشت شد اون سعید مرتضوی نیست که ما میخواستیم بازداشت بشه، چون مطمئنن به خاطر هیچ یک از اون کارهای خلاف قانونش بازداشت نشده و تحت سوال قرار نخواهد گرفت. در نهایت فکر میکنید که چه اتفاقی میافته؟ آقای مرتضوی آیا همچنان داخل باقی خواهند موند یا آزاد میشن و شامل رأفت حکومت میشن و بیرون میان؟ من معتقد نیستم که به عنوان یک زندانی عادی با ایشون برخورد بشه و به اقداماتی که کرده در طول تصدی دوران قضاییش با او برخوردی بشه. دو حالت وجود داره. اگر این درگیری های سطح سران جمهوری اسلامی که در واقع رو در روی آقای احمدی نژاد با فرد اول کشور یعنی آیت الله خامنه ای هست، به مرحله خونینی برسه، فکر میکنم که باید کمی نگران هم بود از اینکه سعید مرتضوی ممکن هست سرنوشت مشابه سعید امامی پیدا بکنه و اجازه نخواهند داد حتی در اون صورت هم بیاد توی دادگاه و در مورد اقداماتی که کرده پاسخی بده، چون به نفع حکومت هم نیست، به نفع حتی فرد اول مملکت هم نشون. سعید مرتضوی یک فرد نیست، یک تفکر هست و برخورد با این فرد برخورد با اون تفکر نیست. اما این حالت بدبینانه تر هست. در حالت خوشبینانه تر من کاملا معتقد هستم و فکر میکنم که از بازداشت احتمالی و سریع از ببخشید آزادی احتمالی سریع ایشون هم نباید تعجب بکنیم. فکر میکنم طی روزهای آتی ایشون آزاد خواهد شد، به خاطر اینکه درگیری در سطح سران کشور هست و همونطور که بارها نمایندگان مجلس هم اعلام کردن، آیت الله خامنه ای تأکید داره که دولت آقای احمدی نژاد ماهای پایانی عمرش رو هم بگذرونه و تموم بشه، و از این جهت فکر میکنم با نظر آقای خامنه ای این مسائل پشت پرده به مصالحه خواهد رسید و ایشون آزاد خواهد شد.
روز به میر ابراهیمی روزنامه نگار مقیم آمریکا نیز تجربه این مشابه داشته است. شما جز افرادی هستید که به نوعی از قربانیان تصمیم گیری ها و نقش آقای مرتضوی در حکومت محسوب میشید. چطور با آقای مرتضوی آشنا شدید؟ من در جریان پرونده وبلاگ نویسان که معروف شد به وبلاگ نویسان در سال 83 بازداشت شده بودم که دادستان به اصطلاح پرونده کلا زیر مجموعه فعالیتایی بود که آقای مرتضوی اون موقع انجام میداد و دادستان تهران بود و زیر نظر ضابط قضایی که اون موقع اطلاعات نیروی انتظامی بود به اصطلاح من بازداشت شدم و تحت نظر تقریبا مستقیم آقای مرتضوی در جریان اون پرونده بودیم. زمانی که دیروز دیدید که خبر بازداشت آقای مرتضوی روی وبسایت‌های خبری اومد چه احساسی داشتین؟ خبر بازداشت مرتضوی رو که من شنیدم هم خوشحال شدم هم ناراحت. خوشحال شدم به دلیلی که به حال بازداشت شدم و به اصطلاح در بند قرار گرفتن و سلول رفتن و زندانی شدن و بازجویی شدن امثال آقای مرتضوی که وقتی در قدرت بودن سرنوشت بسیاری از دوستان و فعالان و آدمایی که جرمی انجام نداده بودن رو ایشون با احکام خودش به اصطلاح تعیین میکرد و اتفاقات خیلی بعد و احکام خیلی سیاهی صادر کرد. از این جهت خوشحال شدم که ایشون بازداشت شد و از جهتم ناراحت بودم که علت بازداشتش ظاهرا ربطی به این تخلف ها و به اصطلاح به نظر من احکام غیر قانونی که صادر کرد یا نقشی که در پرونده های مثل پرونده زهرا کاظمی یا کهریزک داشت نبود، بلکه ظاهرا بازداشت اخیر در جریان دعوایی بین به اصطلاح باندهای مختلف قدرت داره صورت میگیره و ایشون یکی از اون افرادی هستش که در جریان این درگیری بین دو باند به اصطلاح آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد در به اصطلاح بالا گرفته داره بازداشت میشه. از این جهت خب خوشحال نیستم، ولی به هر حال اینکه آدمی مثل این زنده بودم و دیدم که یک روزی روزنامه‌های ایران بتونن تیتر بزنن مرتضوی بازداشت شد، از این جهت خیلی حس خوبی داشتم، به دلیلی که بارها و بارها تا زمانی که ایشون در قدرت بودن و دادستان تهران بودن با فشار و با تهدید و با انواع و اقسام ابزارهایی که استفاده میکردن تیتر تعیین میکردن برای روزنامه ها در مورد آدم هایی که بازداشت میشدن یا در مورد پرونده هایی که زیر دستش بود. ولی به هر حال از اینکه دیشب دیدم یکی دو تا روزنامه ایران به هر حال تیتر عکس های مرتضوی منتشر شده بود بدون اینکه ایشون بتونه نظری داشته باشه و بتونه تحمیل بکنه نظری رو در مورد خبری، اینجا حس خوبی داشتم. در نهایت فکر میکنید که چه اتفاقی میافته؟ آقای مرتضوی آیا همچنان داخل باقی خواهند موند یا آزاد میشن و شامل رفعت حکومت میشن و بیرون میان؟ فکر نمیکنم اولا بازداشت زیاد طولانی مدتی باشه این بازداشت، ولی به دلیلی که به هر حال یکی از کسانی هستش که به این سیستم و به این به اصطلاح وضعیتی که الان حاکم هستش کمک رسونده و نقش داشته و بخشی از اون بوده، حالا امکان داره توی درگیری های اخیر توی دستبندی ها و باند بازی ها از طرف یک باند دیگه داره در علیه باند دیگه استفاده میشه، ولی فکر میکنم به دلیل خدماتی که قبلا به ساختار جمهوری اسلامی و انجام داده زیاد این پرونده طولانی نخواهد شد و زیاد در زندان نخواهد موند، ولی بر همین حد هم به نظر من خیلی جالب بود و خوب بود. من شخصا خوشحال هستم که ایشون در این بازی حداقل تجربه زندان، تجربه سلول و تجربه بازجویی رو از سر خواهد گذروند. و اما نیکا هنگ کوثر از سعید مرتضوی به گونه دیگر میگوید. شما جز افرادی هستید که به نوعی از قربانیان تصمیم گیری ها و نقش آقای مرتضوی در حکومت محسوب میشید. چطور با آقای مرتضوی آشنا شدید؟ در تابستان سال 1378 وقتی من در روزنامه آزاد دبیر سرویس بودم و کارتون هم میکشتم، در این حال تعدادی از کارتون های من بهش اعتراض شده بود از سوی دادگاه و دقیقاً معلوم شد که یک ستادی کار در حقیقت تنظیم شکایت رو با همکاری آقای مرتضوی داره انجام میده و از بیونه مثلا 50 تا کارتون من در سال 78 نزدیک 15 تاش در اون پرونده وارد شده بود و پیغام هایی از طرف همکاران میشنیدم که آقای مرتضوی مایل هست من رو ببینه، اما هنوز قانون امکان در حقیقت
دقیقاً بازپرسی رو به ایشون نمیداد که من رو بکشونه به دادگاه، فقط مدیر مسئول بایستی پاسخگو بود. ولی چند بار شنیدم که ایشون تمایل زیادی داره که این کسی که کارتون‌های نسبتاً تندی رو میکشه و ایشون رو هم وارد کارتون‌ها کرده رو ببینه و یا احتمالاً به هر صورتی مستقیماً تهدید کنه. گذشت تا ماجرای کارتون استاد تمساح پیش اومد و من در روزنامه آفتاب امروز داشتم کارتونم رو برای اون روزنامه میکشتم که همکارم ماران استانی به من از طبقه پایین زنگ زد و گفت که آقای مرتضوی میخواد با من صحبت بکنه و من با ایشون صحبت کردم. ایشون گفتن که لطفاً برای حل مشکل در حقیقت که بحرانی که بعد از کارتون استاد تمساح پیش اومده در قم تشریف بیان یک سر دادگاه، میخوای با هم یک گپی بزنیم. من دوزارم افتاد که نه، این دیگه یک گپ ساده نیست. به همین ترتیب با افراد مختلف تماس گرفتم و برای مشورت های به من دادن. وقتی که من به دادگاه کارمندان دولت رفتم، آقای مرتضوی سریعا در حقیقت بازجویی رو شروع کرد و عملا 3.5 ساعت طول کشید این بازجویی که میتونم بگم تأثیر منفی زیادی حداقل روی من گذاشت که تا مدت‌ها فراموش نکردم. و ایشون در مجموع یکی دو بار منو بازجویی کرد و بیشتر از اینکه به عنوان یک قاضی یا یک حتی دادستان من به ایشون نگاه بکنم، به عنوان یک بازجو ایشون رو می‌بینم. و البته برخلاف خیلی از افراد دیگه که معمولاً توی بازجویی ممکنه وابدن، من به این دلیل که می‌ترسیدم که اقرار بکنم به اینکه استاد تمساح همون آیت الله مصباح یزدی هست، زیر بار تهدیدایشون نرفتم. ولی خب تهدیدهای خیلی زیادی در بازجویی به من القا میکردن. بارها و بارها من رو احضار کرد و توی احضارها همچنین این روند تهدید کردن رو ادامه میداد و حتی وقتی که عملا باعث ماجرای استاد تمساح تموم شده می بود به من تلفن زد و گفت که اگر فکر کنید ماجرای استاد تمساح تموم شده است از این خبرها نیست، اون فقط یک بهانه بود که تو رو بتونیم کنترلت بکنیم و تو باید عملا رها بکنی کار کارتون کشیدن رو و توبه کنی، زندان خودتو بکشی و بعد رها میشی. که من متوجه شدم که واقعا نه، ایشون هدفشون از این که از افراد مختلف پرونده داشته باشه چیز دیگری است. و نهایتا یکی از دفعات هم من حس کردم که ایشون واقعا بحث تهدید رو به مرحله دیگری برده و یکی از کارتون های من رو که در حقیقت درباره قتل های زنجیره‌ای بود رو گفت که تو این کارتونت به قرآن اهانت کردی و اگر نکشنت حداقل 30 سال زندان خواهی بود ولی احتمال به حساب حکم مرگ خیلی بالاست. که من متوجه شدم که نه، بهانه‌ها داره به وارد مرحله جدیدی میشه. خیلی هم تلاش میکرد که ببینه آیا من رابطه‌ای با هیچ کسی دارم یا نه. به قول من رابطه‌ای که اینها معمولا از افراد مختلف سوال میکردن که آیا با خانمی رابطه‌ای داره یا طرف یا نه، مشروب میخوره، چه چیزایی داره. که متاسفانه خوشبختانه ایشون از هر طرف هم افراد مختلف رو هم که بازجویی کرد و راجع به من به هیچ نقطه‌ای نرسیده بود و همین به نظرم باعث شد که دنبال این بود که برای من حکم سب و نبی و یا ارتداد و یا اهانت به قرآن هم بگیره. من برسا در سال 2003 از ایران خارج شدم، اما همیشه نگران وضعیت خانوادم بودم که هنوز در موقع در ایران بودن. اما دیشب که خبر بازداشت آقای مرتضوی رو خوندم، تقریبا خیلی برام عجیب بود، نمیگم تقریبا، واقعا برام خیلی عجیب بود، چون کسی بود که بالاخره رو این تن مینمود، اما به هر صورت هر اسفندیاری چشمانی داره که نقطه ضعفش باشه، هر آشیلی پاشنه‌ای داره. مرتضوی هم حتما پاشنه آشیلی داره که بالاخره گیر افتاده و امروز هم که معلوم شد رابطه مالیش با بابک زنجانی و همچنین فرد دیگری که نقشی داشت در به قول معروف سرکوب معترضین در سال 1388، خب اینا رو شدنش میتونه به ارشاد کمک بکنه به اینکه پرونده ایشون همچنان در مدار دیگری قرار بگیره. اما من
برخلاف خیلی ها که حس انتقامی دارن به ایشون، من به هیچ عنوان نمیخوام انتقام گرفته بشه از ایشون، اما میخوام که عدالت در موردش برقرار بشه و محاکمه عادلانه صورت بگیره، وکیل داشته باشه و امکان دفاع از خودش داشته باشه در مقابل یک هیئت منصفه قرار بگیره، که هیئت منصفه واقعا منصف و بر اساس در حقیقت دفاع خودش محاکمه بشه، وگرنه اینکه در دادگاه جمهوری اسلامی کسی رو ببرن و در شرایط که مایلن و بر اساس دخالت قوای مختلف تصمیم گرفته راجع به فرد، نه به نظر من هیچ فایده نداره. مرتضوی حتی اگر کثیف‌ترین انسان جمهوری اسلامی باشه، به عنوان یک انسان حقوقی داره و ای کاش در جمهوری اسلامی میشد حتی کثیف‌ترین افراد رو با تحت قوانین انسانی محاکمه کرد. ابراهیم نبوی شاید نام تنها زندانی را با خود به یدک می کشد که در هنگام دفاعیه خود در دادگاه بارها سعید مرتضوی را خنداند. شما جز افرادی هستید که به نوعی از قربانیان تصمیم گیری ها و نقش آقای مرتضوی در حکومت محسوب می شید. چطور با آقای مرتضوی آشنا شدید؟ ببینید، من فکر میکنم اولین بار سر توقیف روزنامه نشاط که آقای شمس‌الوازی سردبیرشون کرد، من توش طنز مینوشتم، 40 ستون رو مینوشتم اونجا یا 20 ستون رو اونجا مینوشتم، من همراه آقای شمس‌الوازی برای جلسه ای رفتیم، اولین بار مرتضوی رو دیدم، یا آدم کوچولوی فسقلی البته چهارشانه زیر 30 سال که پشت میزش پنهان شد، یه میز گنده هم داشت، اون موقع دفترشون پایین بود، سمیه بود، هم نیامده بودن میره ما، و اونجا اولین برخوردار رو دیدم و به نظرم اومد که این آدم از اون آدم هاییست که کتاب قانون رو گرفته دستش، قانون مجازات اسلامی، و از هر ماده قانونی برای هر کاری میتونه استفاده کنه. یعنی ایشون از ماده قانونی مربوط به حمل سلاح که به وسیله اشرار هست استفاده کرده بود برای اینکه بگه که روزنامه چون چیز خطرناکیه، بنابراین شما برای اینکه به اصطلاح جامعه رو حفظ بکنید میتونید روزنامه رو تعطیل کنید، و به همین راحتی روزنامه رو تعطیل کرد. یا از قانون مربوط به اصطلاح حقوق نشانه ها و اینها استفاده کرده بود برای اینکه بگه که شما نمیتونید شکل به اصطلاح ستون روزنامه ای رو که مال خودتون بوده قبلا اون استفاده کنید برای روزنامه بعدی، در حالی که شاکی خودش توی این پرونده جدید به اصطلاح مالک روزنامه بود. بعد از اینکه روزنامه های نشاط و اسرارزادگان و اخبار اقتصاد توقیف شد به وسیله ایشون در روز 4 و 5 اردیبهشت سال 1379 که 12 تا روزنامه و هفته نامه در روز 4 و 2 تا در روز 5 اردیبهشت توقیف شد بعد از کنفرانس برلین، من یه سفر رفتم به اصطلاح کانادا و اروپا برای یه سری سخنرانی، بعد در کانادا بودم که ایشون وکیلم آقای نعمت احمدی به من زنگ زد که و گفت که تو مشکل داری و برات احضاریه اومد. من زنگ زدم از همونجا به مرتضوی، بهش گفتم که من میتونم 2 روز دیگه بیام، میتونم 6 روز دیگه بیام، ولی اگه بذاری 6 روز دیگه بیام بهتره. گفت باشه همون 6 روز دیگه بیام. 6 روز بعدش من اومدم تهران و بعد رفتم پیشش و یه مجموعه رفتاری این آدم کرد که در حقیقت یک پرونده گذاشت جلوی من که پرونده نبود، یعنی یه چیزای خودش برداشته بود نوشته بود به عنوان مثلا شکایت و این چیزا از همین شاکیای دستساز خودش، معمولا یه سری از این آدما داشت که تحت عنوان خانواده شهید و این چیزا اینا من شکایت میکرد. یکی 2 موردم واقعی بود، مثلا یکیش در مورد آقای ترقی بود که
به اصطلاح گفته بود که از من شکایت کرد بود به خاطر جمله‌ای که دربارش نوشته بودم و مواردی مثل این. بعد از اون به هر حال منو انداخت زندان و بیه برای بار دوم که مدتی اونجا زندان بودم. بعد که اومدم بیرون واقعیتش این بود که من قصد نداشتم که دادگاهم رو به شیوه معمول دادگاه برگزار کنم، برای همین کاملا دو پهلو رفتار کردم. یعنی سعی کردم که دفاعیم رو به شکلی بنویسم که، یعنی دفاعیم رو طنز نوشتم، اومدم دفاعیم نوشتم و اومدم توی دادگاه و همونجا موقعیم که دادگاه اومدم یه لباس زندان خیلی شیک و پیک پوشیده بودم، مرتب اتوش کرده بودم و اینا، اومدم توی دادگاه وایستادم و بعد عکسای دادگاه هم هست. آقای مرتضوی گفت من دادخواست رو خوندن و بعد به من گفت هر دفاعی داری بکن. و وکیل من آقای احمدی بود، نعمت احمدی، ایشون برگشت گفت که من از این دادگاه رسمیت رو قبول ندارم به خاطر اینکه هیئت منصفه نیست. من گفتم که من نظر وکیلم رو قبول ندارم، همه خندیدن، خود مرتضوی هم خندید. بعد گفتم که به خاطر اینکه این آقای وکیل من خودش احتیاج داره به یک کسی که ازش دفاع کنه، حالا اومده از من دفاع کنه و این آقای وکیل نمیدونه که اگه هیئت منصفه هم که 12 نفر هستم بیان اینجا به کمک من که نمیان، به کمک آقای مرتضوی میان. الان خود همین آقای مرتضوی یه نفر هست داره پدر من در میاره، این 12 تا دیگه هم بیان پیشش میشن 13 نفر دیگه، اون وقت بدبختم. بعد دیگه شروع کردم به دفاع کردن و تقریبا دادستان که سرش همینجوری انداخت بود پایین همینجوری داشت میخندید، خود مرتضوی هم همینطور. و دادگاه به نظرم به اصطلاح دادگاهی بود که تقریبا خیلی معتدل و معقول تموم شد و در حال خنده. بعد از 2 ماه رفتم پیشش که حکم بگیرم، بهش گفتم که من یه خونه وثیقه گذاشته بودم، گفتم میخوام این خونه رو وثیقه در بیارم. گفت که نمیشه. گفتم چرا؟ گفت کارت نذار. گفتم که خب ندادی من چی کار کنم؟ یا من بنداز انتظار کنم چون خواهرم خونهش رو لازم دارم بفروشه. گفت خب برو یه خونه دیگه بیار. گفتم ندارم. گفت که خب اینطوری نمیشه، من این هفته میرم به اصطلاح تو خونه میشینم روز آخر هفته، بعد اینا رو همه رو میخونم، بعد حکم تو صادر میکنم. گفتم چی رو میخونی؟ گفت همین پرونده تو. گفتم که خودت که تو دادگاه بودی روبر من وایساده بودی، یعنی تو نمیدونی که تو دادگاه چه اتفاقی افتاد و مرد حسابی، خب بر اساس همون حکم من صادر کن دیگه، بره پی کارش دیگه، و اگه قرار برم زندان برم زندان، اگه قرار نیست که ولم کن برم کارم دیگه، من حسن نمیتونم ندارم برای این کار. گفت که نه آخه معلوم نیست که، من باید فیلمو دوباره ببینم. گفتم فیلم چی رو باید ببینی؟ گفت که فیلم دادگاه رو. گفتم فیلم دادگاه چیه؟ من رسول تو خود قاضی دادگاهه بودی، تو اونجا نشسته بودی. گفت نه بودی، گفته که تو سر ما رو کلا گذاشتی. گفتم یعنی چی سر تو رو کلا گذاشتم؟ گفت همین سر ما رو کلا گذاشتی. گفتم که یعنی تو توی جلسه بودی نفهمیدی من سر تو کلا گذاشتم؟ گفت که ما که حرف تو رو که نمیفهمیم که او بی بی سی میفهمه. گفتم که باشه پس برو ببین چی کار میکنه، ولی من از هفته بعدش نمیتونم صبر کنم. در حقیقت به نظر من مرتضوی یک پدیده بود، من الان امشب دارم یه مقاله در بارش مینویسم. مرتضی پدیده خاصی بود،
ببین گاهی وقتا میگن، نمیدونم، کسایی که اعتقاد دارن به شیطان و خدا و اینها میگن که گاهی وقتا شیطان در وجود یه آدم های متجلی میشه، شکل میگیره، مثلا استالین. یعنی همه بدی های ممکن. ببین من میتونم بفهمم احمدی نژاد چرا دروغ میگه، میتونم بفهمم که خامنه ای برای چی این برخوردهای تند و احمقانه رو با خودش و حکومت و مردم میکنه، اینا رو میتونم بفهمم، هم میتونم اشتباهاشون رو بفهمم هم قرضاشون رو. اما درباره مرتضوی هرگز من نمیتونم بفهمم که این آدم یه مصلحتی رو در نظر میگیره و بعد میگرفت بر اساس اون یه کاری میکرد. این آدم تمام وجودش پلیدی بود، بدی بود. اصلا شما نمیتونید تصور کنید این آدم مثلا با آقای شمسال واعظین برگشت توی جلسه بازجویی توی دادگاهش، دادگاهش نه، توی بازجویی پیش از دادگاهش برگشت بهش گفت که یه سوالی کرد و شمس هم برداشت یه چیزایی نوشت، گفت این چیزایی که نوشتی قبول داری؟ گفت که شمس گفته بود که نه اینا که نوشتم که اینا رو نوشتم برای دادگاه. گفت نه، هر چی که دلت میخواد بنویس. گفت باش. یک کاغذ دیگه بهش داد، کاغذ قبلی هم مهر کرده بود و امضا کرده بود بالاشو که به عنوان مثلا برگه بازجویی داده بود بهش. کاغذ جدید هم همون کارو کرد، داد بهش گفت بنویس. این اومد بنویسه، گفت این کار از قبلیه رو چی کار کنم؟ گفت بندازش دور، هر کاری دلت میخواد بکن، اون به درد نمیخوره دیگه. شمس کاغذ رو پاره کرد، مرتضوی اومد نشست یه چیزی نوشت، پایین صدا کرد یه نفر، اومد گفت آقای شمس بازداشته به خاطر پاره کردن اسناد دولتی. شوخی نبود، بردش شمس و همون روز بردنش زندان و شمس زندانی شد به خاطر همون کار. یعنی فکر کنید یه آدمی از همه قوانین برای شرارت ها و پلیدی هایی که برای مقابله با خوبی های دیگران هست استفاده میکنه. در نهایت فکر میکنید که چه اتفاقی میافته؟ آقای مرتضوی آیا همچنان داخل باقی خواهند موند یا آزاد میشن و شامل رفعت حکومت میشن و بیرون میان؟ ببینم، به نظر من مرتضوی موقعی که به اصطلاح بر اساس شرط آقای لاریجانی، یعنی صادق لاریجانی، شرطش این بود که وقتی اومد سر کار که مرتضوی بره، مرتضوی از اون موقع که رفت به نظر من تموم شده بود. اتفاقا من همینم نوشتم، خیلی از دوستان گفتن که حالا میره یه جای بالاتر. مرتضوی رو اینا گذاشته بودن برای تامین اجتماعی و باید توجه بکنیم که وزارت کار و تعاون و تامین اجتماعی که الان ادغام شد، این وزارت خونه یه وزارت خانه عجیبی بود که الان خیلی نمیشناسن. این وزارت خانه ثروتمندترین وزارت خانه کشور بود بعد از وزارت نفت. یعنی این وزارتخانه پولهای بسیار زیاد داشت، یعنی فقط بنیاد مستضعفانی که وارد این وزارتخانه شده، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، همه اینها تو اینجا بود و در تمام این مدت اینا سعی کردن که این وزارتخانه رو توی یه سیستم مافیایی اداره بکنن، برای اینکه بتونن هی توش پول جابجا بکنن، برای اینکه قدرت رو حفظ بکنن. به خاطر همینم در طول 8 سال 8 وزیر اومد و رفت توی این وزارت خونه، یعنی دائم هیچ کسی رو بیشتر از یه سال نگه نداشتن. مرتضوی تو اونجا اونها چیز کرد، ولی کاری که مرتضوی کرد کار بسیار خطرناکه و بعید میدونم که آدم زنده است تو زندون در بیاد مرتضوی، به خاطر اینکه این آدم برای دفاع، یعنی احمدی نژاد این حماقت رو کرد، برای دفاع از خودش اومد دوتا قوه دیگر رو در معرض بدترین اتهام قرار داد، اونم با به اصطلاح برنامه ریزی. یعنی وقتی خودش میگه این 25 دقیقه فیلم از 20 ساعت
گفتگو، یعنی اینا نشستن 20 ساعت فکر کردن، کار کردن روی پروژه که گیر بندازن طرف مقابلشون رو و ازش حق و سکوت بگیرن. این حالا من کاری ندارم به دعواهای درونی حکومت، ولی این کار اقدام یک مقام عالی اجرایی کشور علیه بقیه مقام ها، و این کار کار ساده ای نیست و به نظر من نمیاد که مرتضوی به این راحتی، اصلا دیگه مرتضوی بیرون زندان رو ببینه به این سادگی ها. ممنونم که با ما همراه بودید. شب خوش.